من وقت دوستان رو نمیگیرم، فقط نکته که عرض میکنم این هست که جلسه انشالله برای حدود 2 ساعت پیش بینی شده، به امید خدا حدود 1 ساعت و نیم آقای دکتر سخنانشون رو ایراد میکنن و حدود بالا نیم ساعت 20 دقیقه تا نیم ساعت هم ما برای پرسش و پاسخ در نظر گرفتیم. دوستانی که سوال دارن زحمت بکشن، حالا انشالله آخری سخنرانی که شد این قسمت چت بالای صفحه گوگل میت روبرتون هست یه پیام به بنده بدم که من حالا به ترتیبی که پیام ها اومده من از دوستان بخوام که انشالله سوالشون رو مطرح بدم. من میشه از این وقتتون نمیدم، آقای دکتر در خدمتتون هست. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز، خانم ها و آقایان. این جلسه به دعوت دوستانی تشکیل شده که زمانی که دانشجو بودن اون سر دنیا، شاید نزدیک 10 سال پیش، ما همچون جلساتی رو برگزار میکردیم در دعاهای صحیفه سجادی و مناجات شعبانیه و مباحث دیگه. حالا این سر دنیا اومدن و دوباره تجدید عهدی شده و در شب قدر، شب مبارک قدر، قرار جلساتی رو با هم داشته باشیم. دعا میکنم برای سلامتی و توفیق همه عزیزان شنونده، دوستان هموطن در هر کجای دنیا که هستند. ساعت این برنامه هم فعلا متناسب با ساعت میزبانها و گوینده تنظیم شده، یعنی ساعت آمریکای شمالی. البته میدونم دوستانی که در ایران هستند، دوستانی که در اروپا هستند، دوستانی که در آسیای شرقی هستند، ساعت مناسبی نیست. انشاءالله در جلسات بعدی ساعت مناسبتری برگزار خواهد شد. اما این امشب یکی از شبهای محتمل قدر است و عنوان بحثم شب قدر در آینه قرآن و سنت معتبر است. اغلب بحث قرآنی است. سوالهای رو قبلا اعلان شده، حدود 8 تا سوال هست. من کوشش میکنم به همون ترتیبی که سوالها در سالها ذکر شده بحث رو دنبال کنم. بحث رو هم به احترام شنونده ها مکتوب کردم و میخونم. جایش که لازم باشه توضیح میدم تا استفاده بیشتری از وقت بشه. شب قدر را خداوند متعال در قرآن مجید در سوره های قدر، سوره دخان آیه 1 تا 6 و سوره بقره آیه 185 در 4 نکته معرفی کرده. من ابتدا این 3 دسته آیات رو تلاوت میکنم، ترجمه میکنم و نکات ابتدایی رو عرض میکنم و بعد وارد پاسخ به سوالات میشیم، یعنی بدنه اصلی بحث. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلنا فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر، تنول الملائکت و روح و فیها به اذن ربهم من کل امر، سلامون هی حتی مطلع الفجر. همانا ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم و تو چه می دانی که شب قدر چیست؟ شب قدر بهتر از 1000 ماه است. در آن شب فرشتگان و روح به اذن پروردگارشان برای هر کاری فرود می آیند. آن شب تا طلوع فجر همش سلامت است. این آیات سوره قدر. اما آیات ابتدایی سوره دخان، حامیم و الکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلة مبارکه، انا کنا منذرین، فیها یفرق کل امر حکیم، امرا من عندنا، انا کنا مرسلین، رحمتن من ربک انهو هو السمیع العلیم. سوگند به این کتاب روشنگر که ما آن را در شبی مبارک نازل کردیم که ما پیوسته
انذار دهنده و اخطار کننده بوده ایم. در آن شب هر کار حکیمانه فیصله می‌یابد، کاری که از نزد ماست. بیگمان ما فرستنده پیامبران هستیم که رحمتی از سوی پروردگار توست. به یقین اوست که شنوای داناست. و آیه سوم: شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان. آیه 185 از سوره بقره. آن روزهای برشمرده ماه رمضان است، ماهی که قرآن در آن نازل شده است، کتابی که راهنمای مردم و در بردارنده دلیل‌های روشن هدایت و جدای حق از باطل است. از این آیات 4 نکته ابتدایی استفاده می شود. اول، شب قدر، شبی بسیار گرانقدر و مبارک، بهتر از 1000 ماه و شبی آکنده از رحمت و سلامت است. دوم، یکی از شبهای ماه رمضان است. سوم، قرآن در این شب نازل شده است. چهارم، فرشتگان و روح در آن شب برای فیصله دادن هر کار حکیمانه فرود می آیند. شب قدر در قرآن زمانش تعیین نشده است. در روایات غالبا شب قدر در دهه سوم ماه رمضان معرفی شده است. در روایات شیعه بر شبهای 21 و 23 خصوصا شب 23 تطبیق شده است. حالا اینکه ما این جلسه رو در شب 19 برگزار میکنیم که یکی از شبهای محتمل قدر است ولی از ضعف اون هست، به این دلیل هست که دوستان در شبهای دیگه امکان اجتماع نداشتن و اینجا شب تعطیلی محسوب میشه و الا دلیل دینی نداره، دلیل عملی داره. در روایات اهل سنت اختلاف بیشتری به چشم میخورد. اون رو حالا در بین سالها بهش جواب خواهم داد. و غالب یکی از قولهای مطرح در نزد اهل سنت شب 27 است. البته شبهای 21 و 23 هم قائلانی در اونجا دارد. این شبها را بیدار میمانیم و با تلاوت قرآن، دعا و برگزاری مجالس معرفت و ذکر از خدا میخواهیم ما را از مشمولان رحمت و مغفرت خود قرار دهد. خب این مقدمه بود که اکثرش رو در اعلان برنامه هم دیده بودید برای اونها که نخوندن. 8 بحث امشب خواهیم داشت. یه بحثش که بحث دوم باشه طولانی است، بقیه بحثا نسبتاً کوتاه است. اما بحث اول، آیا شب قدر شب تقدیر و فیصله امور است یا شب قدرت و به انگلیسی Night of Power و نمایش اقتدارگرایی خداوند؟ باز این بحث فرضی نیست، بحث است که چون گفته شده و اینجوری ترجمه شده، ابتدا خوبه در مورد اسم این شب با هم صحبت کنیم، چون غالب دوستان هم در فضای انگلیسی زبان هستند، بنابراین یه گریزی هم مجبورم به اون قسمت بزنم. واژه قدر به عربی 3 معنا می تواند داشته باشد: قدرت و قوت که کلمه قادر و مقتدر و قدیر در قرآن از این ریشه هست. دوم، اندازه و مقدار که واژه تقدیر از این ریشه هست. واژه قدر در بحث قضا و قدر هم احتمال داره از همین ریشه دومی باشد، یعنی معنای دوم باشد. البته این 3 معنا از یک ریشه هستن. سوم، تنگ گرفتن در رزق. این هم در قرآن مصداق داره. برخی مترجمان انگلیسی، مترجمان قرآن به انگلیسی، آن را به معنای اول به معنای شب قدرت Night of Power ترجمه کردند. من یه تفحصی کردم در میان ترجمه های انگلیسی قرآن که در دستم بود و یه فهرستی میخوام به شما ارائه بکنم. این فهرست جالبم هست، ببینید که چه تنوعی در مترجمین دیده میشه و در فهمشون از قرآن، چون هر کدومش هم 2-3 کلمه بیشتر نیست. با اجازتون اینها رو میخونم و شما خودتون ملاحظه میکنید. البته مترجم ها هم برای خودم نوشتم، در متن کتبیش منتشر خواهم کرد، منتها چون بسیارش فکر نمی کنم شما بشناسید، بنابراین از غیر از اون ردیف اولش میگذرم، فقط مهم هاشو ذکر میکنم. کسانی که
قدر رو به عنوان نایت آف پاور ترجمه کردن، آربری هست، دریابندی هست، ابوالاعلا مودودی هست که بسیار شناخته شده است، یوسف علی هست و سید حسین نصر، یعنی کتابی که قرآنی که دستد قرآن که تحت نظر ایشون به سرویراستاری ایشون منتشر شده. اینها این پنج نفر نایت آف پاور ترجمه کردن. چهار نفر دیگه نایت آف دستینی ترجمه کردن به معنای شب سرنوشت. اینا هست احمد رضا خان، اسد، سرور، وحید الدین خان. اینا غالبشون از شبه قاره هند هستند، اونش که من میشناسم. The Night of Decree که به معنای قدر هست دقیقا، این سه نفر دیگه اینجوری ترجمه کردن. Night of Determination به معنای تعیین هست، دقیقا به معنای تعیین و تقدیر هست، احمد علی ایشون ترجمه کرده. The Night of Predestination این هم یک نفر دیگه باز به معنای تقدیر هست. The Night of Ordainment به معنای حکم هست. یک گروهی از مترجمان هم اون رو به معنای متفاوتی گرفتن. حالا دقت کنید، The Night of Honor به معنای حرمت و افتخار. The Grand Night به معنای بازم حرمت و افتخار، شب بزرگ. The Night of Glory به معنای جلال. این رو چون مترجم مشهوری هست، عبدالحلیم، مترجم قرآن آکسفورد، که من خودم غالبا از این ترجمه استفاده میکنم، ایشون The Night of Glory یعنی شب جلال ترجمه کرده. یکی از مترجمان هم اصلا اومده عینش رو گفته، گفته که The Night of Qadr، The Night of Al-Qadr، به همیشه به انگلیسی هم نوشته. خب حالا توی این مواردی که من خوندم، به نظرم ترجمه دسته دوم یعنی کسانی که معنای دستینی، سرنوشت یا دستینیشن یا پریدستینیشن اینجوری گرفتن، این به معنای قدر نزدیکتره تا این که ما اون رو به معنای نایت آف پاور بگیریم. در این حال اگر قدر رو به معنای قدرت هم بگیریم، ارتباطی با ادعای اقتدارگرایی خداوند یا پیامبرش مطلقا نداره. استعمال این واژه اتوریتاریان که بار کاملا منفی داره در مورد خدا و پیغمبر نادرسته. خب این بحث اول گفتم بسیار مختصر، صرفا یک نگاه در مورد اسم شب داشته باشیم. بنابراین اون چه که از بحث اول یاد میگیریم اینه که شب قدر به معنای شب تقدیر و سرنوشت و اندازه‌گیری است، اگرچون معانی دیگه هم به هر کدومش بچی دارن، این معنا اقرب و نزدیکتر. خب بحث دوم که مفصل ترین بحث امشب است و بحثی است در مورد این که آیا مراد از نازل شدن قرآن در شب قدر نزول تمام قرآن یا نزول نخستین آیات قرآن بوده. اگر احتمال اول باشه، یعنی نزول تمام قرآن باشه، با توجه به این که یه چیز بدیهیه که قرآن طی 23 سال بر تدریجاً بر قلب پیغمبر نازل شده، آیا علاوه بر این نزول تدریجی 23 ساله یه نزول دیگری هم به صورت دفعی و یکباره بوده است؟ اگر بله، به کدوم دلیل قرآنی یا به کدوم دلیل روایی یا عقلی ما همچو نزول داریم که در نتیجه قرآن دو تا نزول داشته باشه، دو بار نازل شده باشه؟ و اگر احتمال دوم باشه، یعنی وقتی میگیم انا انزلنا فی لیلت القدر، یعنی مثلا همون تعدادی از آیات در شب قدر نازل شده، نه همش، در این صورت خب روز مبعث که شیعه اون رو 27 رجب میگیره چه ربطی به ماه رمضان داره؟ بالاخره یکی از دوتا اشکال داره یا هر دوش اشکال داره، نمیدونم. حالا باید به این بپردازیم که کدام یک از این دو شق درسته و بنابر هر شقش اشکالی که وارد میشه چطور میشه جواب داد، و بالاخره نخستین آیات قرآن چه بالاخره چه زمانی نازل شده؟ 27 رجب نازل شده یا شب قدر ماه رمضان نازل شده؟ این مهمترین بحث امشب است. در پاسخ به این سوال مهم، من از دو منبع بیشتر استفاده کردم. ابتدا برای رعایت امانتداری این دو منبع رو معرفی میکنم که شما هم مایل بودید مطالعه بفرمایید، و البته از منابع دیگه هم هست ولی این دو منبع بیشتر بوده. منبع اول هست، نویسندش هست مرحوم نعمت الله صالحی نجف آبادی که من به کارهای
قرآنی و رواییشون بسیار اعتماد دارم. کتابی نوشته ایشون به نام حدیث های خیالی در تفسیر مجموع البیان به همراه 4 مقاله تفسیری. این کتاب توسط انتشارات کبیر در سال 1390 در تهران منتشر شده. مقاله سوم این کتاب از 4 مقاله انتهاییش عنوانش از 2 نزول یا 1 نزول برای قرآن. یک مقاله حدود 40-50 صفحه است و میتونم بگم بهترین مقاله در زبان فارسی است که درباره این مسئله نوشته شده. و میدونید در مورد هر مسئله انسان وقتی میخواد بحث بکنه باید بره سراغ بهترین کاری که صورت گرفته. در حد اطلاع من این بهترین کاری است که توی زبانهایی که من میدونم، یعنی فارسی و عربی و انگلیسی، این مقاله بهترین مقاله و تحقیقی ترین مقاله است که زیر نوشته شده. اما منبع دوم نویسندهش هست مرحوم محمد هادی معرفت. عنوان کتاب 10 جلدی هست التمهید فی علوم القرآن. این کتاب هم در قم توسط دار و تعارف للمطبوعات در سال 2011، یعنی 10 سال قبل منتشر شده. در جلد اولش یا جزء اولش یه بحث مفصلی دارد به نام نزول القرآن. این کتاب البته به زبان عربی است، اولی به فارسی بود و در اینجا هم نکات بسیار خوبی داره. هر دو این محققی که اسم بردم به نزول واحد تدریجی قرآن باور دارند و نزول دفعی را فاقد دلیل دانستند. من نیز شخصا به این قول قائلم، منتها چون این دو نفر زودتر از من نوشتند و گفتند ابتدا اونها رو ذکر کردم، لذا هم ادله اونها رو داریم توی این بحث امشب من، هم مطالبی از خودم هست. البته گروه قابل توجهی از علمای اهل سنت و شیعه به 2 نزول قائلند، یعنی به نزول دفعی هم قائل هستند. اما مطابق تحقیق من و اون دو محقق که ذکر شد، قرآن 1 نزول بیشتر نداشته است و آن نزول تدریجی بوده است و اصولا نزول دفعی فاقد هر گونه دلیل معتبر قرآنی و روایی و حتی عقلی است. نزول قرآن در شب قدر در ماه رمضان سال اول بعثت، یعنی 13 سال قبل از هجرت آغاز شده است. اینکه در سوره قدر گفته شده انا انزلناه فی لیلت القدر، معنایش این نیست که تمام قرآن را در آن شب نازل کردیم، بلکه معنایش این است که گروه نخست آیات قرآن در چنین شبی نازل شده است. اطلاق قرآن به 1 آیه قرآن یا دسته از آیات قرآن اطلاق حقیقی است، نه مجازی، و نیازی به تقدیر گرفتن بعض هم ندارد که مثلا گفته شود انا انزلناه و بعض القرآن فی لیلت القدر. نه، همچو چیزی نیاز نیست. یا گفته شود انا انزلناه آیات منها، یعنی من القرآن فی لیلت القدر. زمان امور تدریجی مهم به زمان شروع آن است و این در هر زبانی امری کاملا متعارف است. به این مثال توجه کنید، مثال از مرحوم صالح نجف آبادی است. این مثال برای ما ایرانی ها خیلی معنوسه، یعنی با جغرافیامون، با زندگیمون، به خصوص زندگی قدیمیمون در یک کشوری که آبش بسیار کم هست کاملا مردم میفهمن. اکثر مردم ما رو لمس کردن، لاقل نسل پدران ما اینجوری زندگی کردن. کسی مشغول حفر قنات است و بعد از مدتها حفاری و زحمت کشیدن در یک روز جمعه قنات به آب میرسد. خب این میدونه یک مژده است، خیلی کار مهمی. حالا تو یزد در نظر بگیرید، توی کویر در نظر بگیرید، همچه اتفاقی بیفت. با خوشحالی به هم ولایتی هایش اعلام می کند که آب قنات روز جمعه بیرون آمد. این جمله شاید مثاله، آب قنات روز جمعه بیرون آمد. خب هم ولایتی ها چه می فهمند از این جمله؟ این می فهمند که همه آب قنات روز جمعه بیرون آمد و در نتیجه روز شنبه قنات خشکید، یا اینجوری می فهمند که آب قنات در روز جمعه شروع به جاری شدن کرد و در روزهای بعدی هم ادامه خواهد داشت.
اطلاق آب قنات به آبی که روز جمعه در آمده حقیقت است، نه مجاز بلاز بلاغی. این مطلب در همه امور تدریجی صادق است. در مورد قرآن هم معلوم بوده که نزول قرآن تدریجی است. همه مسلمان ها این را می فهمیدند. حتی غیر مسلمان ها هم، حالا آیاتش هم خواهم خون، یعنی غیر مسلمان های زمان پیغمبر هم علاوه بر مسلمان ها می فهمیدند که نزول قرآن تدریجی است. آیه سوره قدر یعنی شروع نزولش در شب قدر بوده، یعنی شروع نزول قرآن در شب قدر بوده بدون مجاز و تقدیر کلمه بعض. اطلاق قرآن به بعض قرآن حقیقی است. یک مثال دیگر برای کسایی که حالا قانع نشدن، یه مثال دیگه. اگر در روز اول ماه رمضان بگوییم رمضان داخل شد، ماه رمضان داخل شد، معنای شروع شدن ماه رمضان در آن روز است، نه تحقق تمام ماه رمضان در همین روز. هیچ کسی این معنای دوم توهم هم نمی کنه. فرض میکنیم امسال میگیم روز چهارشنبه ماه رمضان امسال شروع شد. خب معناش این نیست که روز چهارشنبه همه 30 روز ماه رمضان در همون روز اتفاق افتاد. یعنی در اون روز این ماه شروع شد، روز بعدی هم بقیهش ادامه پیدا میکنه. خب بنابر این مثال ها و استدلال های زبانی، معنای آیه سوره قدر این می شود: نزول قرآن از شب قدر آغاز شده است. معنای آیات ابتدایی سوره دخان هم این می شود: ما نخستین آیات قرآن را در شب مبارک قدر نازل کردیم، بقیهش هم بقیه روزها و شبهای آینده. معنای آیه سوره بقره هم که تلاوت شد این می شود که ما آغاز نزول قرآن را در ماه رمضان قرار دادیم، آغاز نزول نه تمام نزول. بنابراین این اصلا نیازی به تکلف نداره که یه کسی مثل سید خود بیاد بگه همه آیات بعدی قرآن هم در یه ماه رمضان دیگری، ماهای رمضان دیگری، اصلا فقط ماهای رمضان آیه نازل می شده. خب کجا می تونی تو این اثبات بکنی؟ خب یه نکته دیگری که برخی مفسرین خواستن استفاده کنن و حالا من بهش در قسمت بعدی قولهای دیگر بهش اشاره میکنم اینه که از همین اول با شما صاف بکنم مثلا انزال و تنزیل، یعنی انا انزلناهو یا انا نزلناهو، این دوتا به یک معناست به لحاظ لغوی. چرا؟ چون باب افعال و باب تفعیل هر دو صرفاً به معنای نزول، وقتی از باب نزله بره به معنای نزوله و دلالت میکنه. اما اینکه نزول دفعی بوده یا نزول تدریجی بوده، این نیاز به قرائن بیرونی داره، نیاز به زمینه، نگاه به زمینه، کانتکستش داره و بنابراین از خود لغت نمیتونیم چیزی استفاده بکنیم که اگر بگیم باب افعال بوده بگیم منظور نزول دفعیه، اگه بگیم باب تفعیل تنزیل بوده پس نزول تدریجی بوده. و کل آیه خلاف این توی قرآن هست. کسی که اینا را ادعا میکنه متاسفانه هم از شیعه هم از سنی همچو ادعای اشتباهی کردن و کلی آیه برخلافش مطرح میشه که اون وقت ادعا قابل پذیرش نیست. در برخی آیات از هر دو باب تو یک آیه استفاده شده. حالا من به عنوان نمونه یکی دوتا آیه برای شما میگم تا بعد اون اقوالی رو که خواستم براتون معرفی بکنم متوجه باشید. حالا دیگه ما به راحتی میتونیم به اصطلاح سرچ بکنیم. قدیمی ها به این سادگی باید یک حافظه خوبی داشتن یا به این سادگی نمیتونستن بگن که مثلا انزال یا تنزیل هر کدومش در کجای قرآن استفاده شده و مواد نقض رو پیدا کنن. در سوره نحل، زنبور عسل، که سوره 16 همه قرآن هست، آیات 43 و 44: و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. ببینید تو این آیه و انزلنا الیک، ذیل آیه ما نزل الیهم، هم باب افعاله هم باب تفعیله. معناش این میشه و این قرآن را به سوی تو نازل کردیم تا برای مردم آنچه را که به سویشان نازل شده بیان کنی و باشد که آنها بیندیشند. پس انزال و تنزیل تو این آیه هیچ که نمیتونه بگه آقا این یکی دفعه، اون یکی تدریجیه، این یکی یک باره است، اون یکی پاره پاره است. هر دوش با هم به کار رفته، اونم تو یک آیه. آیه دیگه در سوره انعام است، سوره ششم قرآن، آیه 114:
افغیر الله ابتغی حکما و هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناهم الکتاب یعلمون انه منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین. ببینید باز توی این آیه هو الذی انزل الیکم باب افعال و بعد اونجا هم میگه یعلمون انه منزل من ربک باب تفعیل. ترجمهش بگو پس آیا جز خدا داوری بجویم، در حالی که اوست که قرآن را به تفصیل به سوی شما نازل کرده است و کسانی که کتابشان داده ایم می دانند که آن از جانب پروردگارت به حق نازل شده است، پس هرگز از تردید کنندگان مباش. جالبه، اینو تأکید میکنم چون اون قول دومه که میخوام برای شما بگم اینها معنا پیدا میکنند. ببینید انزل الیکم الکتاب مفصلا یعنی در باب انزال تفصیل به کار برده شده نه اجمال. اینو در به ذهن داشته باشید، چند دقیقه دیگه بهش خواهم رسید. خب این که پنداشته شده انزال مختص نزول دفعی و یکباره و تنزیل متعلق به نزول تدریجی است نادرست است. گویندش هر بزرگواری به هر میزانی از علم بوده باشد. سوره فرقان که سوره 25 قرآن هست آیه 32، این آیه یکی از آیات کلیدی بحث امشب ماست. و قال الذین کفروا لولا نزل علیه القرآن جملتن واحده کذالک لنثبت بهی فؤادک و رتلناه ترتیلا. و آنان که کفر ورزیدند گفتند چرا قرآن یک باره بر او نازل نشده است؟ بس ما مگه همین نیست؟ بس ما یک باره نازل شدن یا به تدریج نازل شدنه؟ این سوال تو خود قرآن هم مطرح شده. کیا گفتن این رو؟ کفار گفتن چرا قرآن یک بار نازل نشده؟ اینا انتظارشون این بوده که قرآن یک بار نازل شده، ولی میبینن که قرآن پاره پاره نازل میشه در طول 23 سال. به اصطلاح عربی میگه نجومن نجومن، هر بار 4-5 آیه نازل میشده. خدا بهشون جواب میده ما اینجوری انجام میدیم. کذالک برای چی؟ برای این که تا دلت را با آن استوار گردانیم و آن را شمرده و به تدریج برخوانده ایم. رتلناه و ترتیلا، ما میخوام به تدریج بفرستیم تا تو دلت ای پیامبر محکم تر بشه. اگر یک باره میفرستادیم همچو اثری نداشت. پس در خود قرآن این نکته آمده، اما البته این آیه به تنهایی نفی نمی کنه که مثلا نزول دیگری میتونه باشه، باید منتظر ادله بعدی باشه. یه چیز جالب دیگه در قرآن، فرستادن باران هم با واژه انزال و تنزیل یعنی باب افعال و باب تفعیل به کار رفته، هم باران رحمت معنوی هم باران رحمت مادی. میدونید برای همه جا باران رحمته، به شرطی که البته زیاده از حد نیاد به خاطر مشکلات جوی و تبدیل به سیل نشه. خب برای کشور ما که بسیار کشور خشکسالی هست و یکی از بحرانهای جدی ابر بحرانهای آیندهش بحران آب خواهد بود، خب توجه ما به اینا بیشتره. به این آیه توجه بفرمایید. و نزلنا من السماء ماء مبارکا فانبتنا به جنات و حب الحصید. حب الحصید سوره قاف سوره 50 آیه 9. و از آسمان آبی با برکت نازل کردیم، پس به وسیله آن باغها و دانه های درو کردنی رویانیدیم. خب اینجا بحث چی بود؟ بحث نزلنا بود. خب باران که یک بار نازل نمیشه مثلا زیپ آسمون رو بکشن آب بریزه پایین، از این خبرها که نیست، به تدریج بارون نازل میشه. اما این آیه را نگاه کنید. و انزل من السماء ماء، از آسمان آب فرستاد. خب باب تفعیله، بنا به گفته اون افراد دسته از مفسران
باید این انزال دفعی باشه، در حالی که باران که واقعیتش دفعی نیست، باران تدریجی میاد، از آسمان آبی نازل کردیم. خلاصه انزال و تنزیل در قرآن هر دو به یک معناست و این که دفع یا تدریجی معنا باش به معنا بکنیم مربوط به قرائن زمینه ای و خارجی است، نه از خود این دو لفظ. آیاتی که نزول تدریجی را در قرآن تصریح کردند، این هم یکی از آیات کلیدی دیگر هست، سوره اسراء که سوره 17 همه قرآن هست، آیه 106. و قرآنا فرقناه لتقرأه علی الناس علی مکسن و نزلناه تنزیلا. و قرآنا فرقناه لتقرأه علی الناس علی مکسن و نزلناه تنزیلا. و آن را قرآنی بخش بخش، آیه به آیه و سوره به سوره کرده ایم تا آن را با درنگ بر مردم بخوانی و آنچنان که باید به تدریج نازل کردیم. خب پس ما این رو فرقناه و جز جزش کردیم. این دیگه با صراحت، یعنی نزول اصلی قرآن نزول تدریجی است. اونی که احتیاج به دلیل داره نزول دفعی است. ما باید بگردیم ببینیم توی قرآن آیه پیدا میشه که دلالت بر نزول دفعی بکنه. خب چه آیه، حالا به این سوال برمیگردم، چه آیه یا آیاتی برای بار اول نازل شده، ابتداءً نازل شده، یعنی اگه قرار در شب قبل نازل بشه که همینطور هم هست، چه آیاتی نازل شده؟ اقوالی که هست سه دسته آیات معرفی شدن. یکیش آیات 1 تا 5 سوره علق، سوره 96 قرآن است. یکی 6 آیه اول سوره مدثر هست و یکی هم تمام سوره حمد، فاتحه الکتاب. مجموعه ادله رو که نگاه میکنیم این یکی از همش قوی تر است احتمالش، یعنی این که آیات سوره علق اولین آیاتی باشه که بر پیامبر نازل شده است. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. این اولین آیاتی است که باید بر پیامبر صلوات الله علیه نازل شده باشد. بخوان به نام پروردگارت که جهان هستی را آفرید، انسان را از علق آفرید، بخوان و پروردگار تو گرامی ترین است، همان که به وسیله قلم آموزش داد و به انسان چیزهای آموزش داد که نمیدانست. خب اون دوتا هم هست. اولین سوره که کامل نازل شده سوره فاتحه الکتابه، چون هم سوره مدثر هم سوره علق اینها تمام سوره با هم نازل نشده. پس به یک معنا درسته بگیم فاتحه الکتاب اولین سوره کامل نازل شده در قرآن است، اما اولین آیات سوره علق بوده. خب حالا یه بحث جدی تری، چگونه بعثت روز 27 رجب است وقتی نخستین آیات در شب قدر ماه رمضان نازل شده است؟ این بحث ممکنه با بعضی از مشهورات متفاوت باشه. تأمل بفرمایید. دو تا جمله رو اول میگم که این خلاصه جواب منه و بعد بقیهش تفصیل همین دو جمله است. قطعی نیست که نبوت پیامبر با نزول قرآن شروع شده باشد. میگی چطور؟ مگه میشه؟ بله میشه. حالا توضیح میدم. اگرچه این قول مشهور است، یعنی مشهور اینه که پیامبر اولین باری که بحث پیامبریش مطرح شده جبرئیل نازل شده بهش گفته اقرأ، اونم گفته من چی بخونم، من که سواد ندارم، گفته اقرأ بسم ربک الذی خلق تا آخر. خب این مشهور، ما از تو بچگیمون هم این شنیدیم. ولی دو تا قول دیگه هم، دو تا احتمال دیگه هم اینجا هست که حالا بهش خواهم پرداخت. ضمن آیا این که بعثت در 27 رجب بوده قطعی است و مولای درزش نمیره؟ به اصطلاح هیچ قول دیگری نیست و این حتمی است. این هم من نوشتم که قطعی نیست که بعثت پیامبر ما صلوات الله علیه و آله در 27 رجب بوده باشد، بلکه احتمال دارد در ماه رمضان هم بوده باشد. حالا توضیح هر دو نکته. مورخان سه معنا درباره بعثت به کار بردند. احتمال اول، نزول اولین وحی قرآنی به پیامبر، همون چیزیست که همون بلدیم.
یعنی اینکه پیامبری با نازل شدن آیات قرآن، اولین آیات قرآن که همون آیات سوره علق بوده شروع شده. هم اونجا پیغمبر آیات رو تلقی کرد، هم فهمید که پیغمبر شده، هر دو با هم دیگه. احتمال دوم، اعطای نبوت با وحی غیر قرآنی قبل از نزول قرآن. یعنی جبرئیل اومده به پیغمبر گفته، به محمد ابن عبدالله گفته تو پیامبری، اما آیه نازل نشده در اون جلسه. چجوری؟ باش صحبت کرده، صحبت جبرئیل با پیغمبر بوده، اما این در این صحبت آیه قرآن رد و بدل نشده. هر صحبت جبرئیل وحی نیست، وحی بعضی سخنان جبرئیل با پیامبر است. پس جبرئیل سخنان دیگری هم با پیامبر داشته، وقتی وحی بوده بهش میگفته این وحی است، وحی الهی است که من دارم به تو ابلاغ میکنم. خب این احتمالم بعید نبود، یعنی این که اول آمده باشه ایشون رو آماده کرده باشه که تو پیغمبری، بعد از مدتی وحی بهش نازل شد. احتمال سوم، مبعوث شدن و مأموریت علنی کردن دعوت. چون میدونیم این جزء تاریخ ماست که 3 سال اول دعوت پیامبر دعوت مخفیانه است، فقط برای خودش هست و اعضای نزدیک خانوادش. علتش هم این بوده که انقدر خفقان و فشار شدید بوده که امکان علنی کردن دعوت نبوده. بعد از 3 سال فترت تازه پیامبر اجازه پیدا میکنه به دستور خدا که دعوتش رو علنی کنه. پس دعوه ماتومر و اون وقت میره و به مردم اعلام میکنه که من پیامبر خدا هستم علنن. بعثت رو بعضی از مورخین به این معنا گرفتن، یعنی زمان علنی کردن دعوت پیامبری، نه زمان اول پیامبری، ابتدای پیامبری نبوده و بین اصل پیامبری و زمان علنی کردنش حداقل 3 سال فاصله است. حالا کدام یک از این 3 تا است؟ اینو بحث میکنه. بنابر احتمال اول، یعنی این که بعثت و نزول قرآن همزمان بوده باشد، قطعا بعثت در ماه رمضان و شب قدر واقع شده. یعنی اگر احتمال رو بپذیریم، شب قدر شب بعثت پیامبر است بدون هیچ تردیدی، با این معنای بعثت. این احتمال مؤید به برخی روایات شیعی است، روایات سنی که جای خود داره. اهل سنت اکثرشون به این قول قائلن، لذا بشنوید. در اهل سنت ایدی به نام مبعث وجود نداره، این اید شیعیست. من قبلا فکر میکردم چون شیعیان میخوان قدیر خم رو جشن بگیرن، خب یه چیزی هم باید از پیغمبرشون داشته باشن و مبعث رو به اصطلاح علم کردن که در کنار 18 ذوالحجه 27 رجب هم باشد. خب این قول به اصطلاح توجیه اولیه بود. بعد که بیشتر کار کردم به همین بحث، به اینجا رسیدم اصلا اونجا چیزی به نام مبعث وجود نداره در اهل سنت، یعنی ایدی به نام مبعث وجود نداره. و چون شب قدر در نزد اهل سنت به این معین بودنه که نزد شیعه هم هست نیست، حالا بحثش رو امشب میکنم، اون روزی که پیامبر مبعوث به پیامبری شده که در ماه رمضان بوده به معنای اول، هر روز هر شب قدر میتونه باشه، چون روزش مشخص نیست، شبش مشخص نیست، بنابراین روز مبعث هم در نزد اونها مشخص نیست. ماه رمضان 2 تا برکت داره، غیر از چیزایی که هممون میدونیم، یکیش هم به بعثت پیامبر در این ماه اتفاق افتاده به این بنا به احتمال اول. اما از شیعه روایات، یکی از روایاتی که خوشمضمون هست روایات فضل ابن شازان است که از صحابی کاملا مشخص و موثق امام رضا علیه السلام هست، در علل و شرایع صدوق که اونجا بحث رمضان رو میکنه، بعد میگه مبعث هم در این همین ماه و همین شب قدر واقع شده. بنابراین هر دو، هم شیعه و هم سنی، به این احتمال قائل هستن. همونطور که عرض کردم این قول اصلی اهل سنت، و چون شب قدر نزد ایشان چندان روشن نیست، ایدی به نام مبعث هم در فرهنگ ایشان به رسمیت شناخته نشده است. جالب اینجاست، این چپلین دانشگاه وقتی که آمده بود، حالا من استاد شیعه هستم، یک همکاری هم دارم، خانمی هست استاد اهل سنت است، بعد از ما میخواست مناسبت هایی که باید به خاطرش کاری بکنه رو
تقویم وارد کرده بود که از ابتدای سال اینها رو به تدریج کار بکنه. اونجا برای من آشنا مشخص تر شد، یعنی معادل شیعه مبعث نبود. در مورد حتی شب قدر هم باز همین مسئله رو من قبل از اینکه حالا برای این کار بکنم، اونجا هم مشخص شد که تو فرهنگ ما شب قدر بالاخره یکی از دو شب داریم، ولی اونجا به این برجستگی نیست. بنابر احتمال سوم، یعنی آغاز دعوت، نه آغاز بعثت، نه آغاز نبوت، آغاز دعوت، دعوت علنی، احتمال مبعث در ماه رمضان، البته 3 سال بعد، منتفی نیست. یعنی حتی بنا به احتمال سوم هم میتونه تو ماه رمضان بوده باشه. بنابر احتمال دوم و سوم درباره مبعث، یعنی اینکه پیامبر بعثتش با فی‌الواقع وحی قرآنی نبوده باشد، ارتباط با جبرائیل بوده اما وحی قرآنی نبوده. سومیش هم که یادمون هست به معنای اینکه زمان علنی کردن مأموریت و نه زمان آغاز نبوت. اقوالی هست در بین شیعه و سنی بنابر روایاتشون، مبعث 10 ربیع الاول احتمال یکیش هست، این یعقوبی و مسعودی در التنبیه و الاشراف گفتن، هر دو شیعه بودنشون محتمل. 25 رجب شیخ صدوق شیعی در المقنع، و 27 رجب شیخ طوسی، شیخ الطائفه، در کتاب تحزیب، یکی از کتب اربعه شیعه، و همینطور فتال نیشابوری در روضت الواعظین. هر یک از این دو احتمال مؤیداتی دارد و به شکل قطعی نمیتوان یکی را قول صحیح و دو احتمال دیگر را قول باطل دانست. از زمان شیخ و طایفه طوسی، مختار ایشان یعنی 27 رجب به عنوان قول رسمی شیعه در آمده است، یعنی از قرن پنجم، و در این روز و در ایران هم این روز عید و تعطیل رسمی است از قبل از انقلاب. و بزرگ، خب حالا از شما ممکن از من بپرسید مشکلی هست؟ من میگم نه، بزرگ داشت یک روز به نام مبعث هیچ مشکلی ندارد، قرارداد است، اما به لحاظ علمی همین است که عرض شد. یعنی به لحاظ علمی به این قاطعی نمیشه گفت 27 رجب مبعث پیغمبر بوده، ولی بزرگ داشت پیغمبر در هر روزی کار خوبی، 27 رجب هم اشکالی نداره. حالا اینجا یه پاورقی، یک حاشیه برم. بنا به تحقیقی که سال گذشته و سال قبلش انجام دادم، تولد و وفات پیغمبر هم با آنچه که در شیعه مشهور است متفاوت است. تحقیق من، تولد پیغمبر مطابق قول اصح 12 ربیع الاول است، نه 17 ربیع الاول. و روز وفات ایشان هم که مشهور ما 28 صفر میگیرند، دوشنبه 2 ربیع الاول سال 11 هجری است. 28 صفر هیچ دلیل تاریخی ندارد. این رو چون قبلا تحقیق کردم و منتشر کردم، گوینده‌هاش هم از شیعه گفتم، به هیچ وجه اینا رو نمیشه گفت، اینا قول اهل سنت است، اونا حرف خودشون رو زدن. بزرگان شیعه می گفتن، حالا جالب این یکی رو حتی شیخ عباس قومی صاحب مفاتیح هم که دیگه جز محدثان است نه جز محققان، همین قول رو تایید کرده. به مقاله من مراجعه کنید و ببینید. خب حالی پرانتزم هم بسته، خاشی هم بسته. پس هم بحث بعثت، هم بحث میلاد، هم بحث وفات پیغمبر تحقیق چیزیست و مشهور چیز دیگری. بنابراین حالا به بحث خودمون برگردیم. شروع نزول قرآن در شب قدر ماه رمضان با مبعث به معنای شروع نزول وحی رسالی همراه بوده، اما با مبعث به معنای وحی غیر رسالی، یعنی وحی غیر مبتنی بر رسالت یا آغاز دعوت، میتواند همراه نبوده باشد. و از این زاویه هم هیچ مشکلی نیست، یعنی ما طرف قرآن را میگیریم، مباحث قراردادی باید خودشون رو بر قرآن منطبق کنن نه برعکس. اما نظری اجمالی به قول به نزول دوگانه قرآن و ادله نزول دفعی می اندازم. یعنی تا اینجا من مختار خودم و اونچه که حق می دانستم رو در پاسخ به این سوال گفتم. حالا برای که انصاف بدم، قولی که
گفته نزول دفعی هم در کنار نزول تدریجی بوده، میخوام هم گوینده هاش رو به اجمال معرفی کنم، هم دلیل ادله شون رو، تا یک جانبه به قاضی نرفتیم، چون اینها هم بزرگان ما هستن. اجمالا سه دسته آیه اصلی، یعنی آیه سوره قدر و آیه ابتدای سوره دخان و آیه 185 سوره بقره، ظهوری در دو نزول دفعی یا تدریجی نداشتند. در اینکه قرآن در طول بعثت پیامبر تا زمان وفات ایشان نازل شده هم هیچ مسلمانی تردیدی ندارد. اما با توجه به اینکه در این آیات نزول آن به ماه رمضان یا شب قدر نسبت داده شده، این نظر برای برخی پیدا شده که باید نزول دیگری در کار باشد و اسم آن نزول دفعی و یک پارچه است. اجمالا این قول مشهور مفسران اهل سنت است، از جمله ابن کثیر، قرطبی و سیوطی. دوستان اهل سنت می دونن که اینا از بزرگان و اکابر علمای اهل سنت است. در شیعه، حالا جالب بشنوید، در شیعه برخی محدثان بزرگ ما مثل شیخ صدوق در رساله اعتقادات و برخی مفسران حکیم معاصر از جمله مرحوم سید محمد حسین طباطبایی صاحب تفسیر گرانقدر المیزان به دو نزول قائل بودند. و من به یک اعتبار شاگرد مرحوم آقای طباطبایی محسوب میشم و بسیار به ایشون احترام دارم، یعنی بسیاری از شاکله فکریم رو از کتابهای مختلف آقای طباطبایی از جمله المیزان و کتب فلسفیش گرفتم، اما در این یک قول با ایشون موافق نیستم. مراد این بزرگواران یک نزول دفعی در شب قدر در ماه رمضان و یک نزول تدریجی در طول 23 سال بوده است. به برخی آیات و روایات هم این بزرگواران استشهاد کردند. خلاصه قول دو نفرشون رو که شاخصترینشون هست، یعنی کسی که اولین نفر بوده و یک کسیش که به نظر من مهمترین کس هست، من این دوتا رو انتخاب کردم، دیگرانی هم هستن، به اونا اشاره میکنم، اما این دوتا رو یه اجمال هر کنوش یه پاراگراف حداقل در موردش نوشتم. باب 31 رساله اعتقادات شیخ صدوق این میگه: اعتقاد ما، به نظر ایشون یعنی شیعه، در قرن چهارم، متوفای 385، درباره قرآن این است که قرآن در ماه رمضان در شب قدر به طور کامل به بیت المعمور با عین نازل شده است، یعنی خانه آباد شده. سپس در مدت 20 سال، نه 23 سال، 20 سال از بیت المعمور، خب تو پرانتز، یعنی به قلب پیغمبر فرود آمده و خدای عزوجل علم به قرآن را جملگی به پیامبرش عطا کرده است. خب این پایان به اصطلاح جمله اول از جناب صدوق. مجلسی هم، محمد باقر مجلسی هم در بهار الانوار همین قول را برگزیده است، جلد 18 بهار. جلال الدین سیوطی از اکابر علمای اهل سنت در علوم قرآنی در کتاب اتقان، که یکی از چند کتاب اصلی علوم قرآنی اهل سنت است، گفته این اصح اقوال و اشهرشان است، یعنی صحیح ترین قول و مشهورترین قول در اهل سنت همین که ما دو نزول داشته باشیم، نزول دفعی و نزول تدریجی، دفعی در ماه رمضان و شب قدر، تدریجی هم تمام زندگی پیغمبر. به نظر سیوطی روایات فراوانی که اکثرشان صحیح است بر همین امر دلالت دارد. حالا برگردیم. شیخ مفید، معلم شیعه که شاگرد شیخ صدوق بوده و یکی از بزرگترین متکلمان و فقهای شیعه هم هست، در رساله تصحیح الاعتقاد نظر استادش را قاطعانه نقد و رد کرده است. این کتاب تصحیح الاعتقاد و اعتقاد یکی از زیباترین گفتگوهای شیعه است، یعنی دو نفر با همدیگه بحث علمی کردن، استاد و شاگردم هست، بحثم بسیار رادیکاله، یعنی یکیش میگه تو غلط گفتی کاملا، شاگرد نسبت به استادش میگه، نزدیک 100 مسئله رو تو همچون مسئله درش برقراره، همچون نسبت درش برقراره، یکیش تو بحث نزول قرآن. شیخ مفید گفته آنچه شیخ صدوق گفته است اصلش خبر واحدی بیشتر نیست که موجب علم و عمل نمیشود. یعنی گفته پایه حرف تو، این که میگی ما دو تا نزول داریم، پایش قرآن نیست، پایش خبر است، حدیث است، اونم یه خبر واحد. توی بحث اعتقادی که نمیشه به خبر واحد عمل کرد. نعمت الله صالح نجف آبادی
اعتراض اول شیخ مفید به شیخ صدوق را به تفصیل تشریح کرده است، نزدیک 10 صفحه. من این بحث رو خلاصه کردم چون خیلی حرف حساب توشه و امشب خدمت شما عرضه می دارم. ذکرم می کنم که حق گوینده کاملا رعایت شده باشه. روایت اینه: سلیمان ابن داوود منقری از حفص ابن قیاس از امام صادق روایت میکنه علیه السلام، میپرسد قول خداوند تعالی در سوره بقره الذی انزل فیه القرآن، چطور قرآن در ماه رمضان نازل شده در حالی که ما میدانیم قرآن طی 23 سال 20 سال اینجا گفته شده، البته تو روایت 20 سال از اول تا آخرش نازل شده است، چه توضیح میدهید؟ توضیحتان چیست؟ مطابق این روایت امام پاسخ دادند: قرآن جملگی و یک پارچه در ماه رمضان به بیت المعمور نازل شده، سپس در مدت 20 سال از بیت المعمور به قلب پیغمبر فرود آمد. این روایت کجاست؟ در اصول کافی، کتاب الحجه و کتاب اعمالی شیخ صدوق مجلس 15. این روایت که معادلش در اهل سنت به وفور یافت می شود خیلی بیشتر از شیعه و روات متعددی، مشهورترینشان جناب ابو هریره، از قرن دوم آن را نقل کردند و توسط صحابه و تابعین از پیامبر تبدیل به قول مسلط در عالم اسلام شده است. یعنی دو نزولی. باور کردند که قرآن دو نزول داشته است: نزول دفعی در ماه رمضان به آسمان و نزول تدریجی به زمین به قلب پیامبر. شروع دومی، یعنی نزول دوم، در ماه رجب یا ربیع الاول بوده، اما شروع اولی، یعنی شروع که نه، تمام اولی که نزول دفعی است، در ماه رمضان اتفاق افتاده است. از اینجا بیت المعمور با مفهومی مبهم و غیر قابل تشخیص وارد فرهنگ ما مسلمانان شده است. برخی آن را با بیت المعمور سوره تور یکی گرفتند. حالا من آیه سوره تور رو میخونم که بگم این بیت المعمور آن بیت المعمور نیست. در سوره تور، سوره 51 قرآن، آیه 1-3 این آمده: و تور و کتاب مستور فی رق منشور و البیت المعمور، سوگند به کوه تور، سوگند به کتابی نوشته شده در صفحه گشوده و سوگند به این خانه آباد. بحث ما دقیقا این خانه آباد است، بیت المعمور. بیت المعمور چیست؟ بیت المعمور مطابق خود قرآن، القرآن یفسر بعضه بعضا، قرآن بعضی آیاتش بعد دیگر رو تفسیر میکنه، سوره توبه سوره 9 آیه 18 مفسر آیه سوره تور است: انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر و اقام الصلاة و آت الزکات و لم یخشا الا الله. پس بیت المعمور یعنی کعبه. کی مساجد خدا را تنها کسانی آباد می کنند که به خدا روز بازپسین ایمان دارند، نماز را برپا می دارند، زکات می دهند و جز از خدا نمی ترسند. کجا مسجد از همه آبادتره با زائرانش؟ مسجد الحرام، کعبه. پس بیت المعمور یعنی خانه خدا. خدا قسم خورده به خانه خودش. این خانه تو آسمان نیست، رو زمینه. نامهای دیگرش البیت الحرام، البیت العتیق، هر کدومش هم آیه دارد. البیت المعمور، قرآن، کعبه، نامهای متفاوت دارد، یکش هم اینه. خب به تدریج در این روایات نزول قرآن به بیت المعمور چنان شاخ و برگی در اهل سنت پیدا کرد که دیدنیست. کافیست به تفسیر طبری، تفسیر ابن کثیر، به تفسیر از دارالمنصور جناب سیوطی ملا جلال سری بزنیم تا ببینیم ادبیات ساخته و پرداخته عصر اموی و عباسی با نزول قرآن چه کردند. من وقتی تو بحث دیگر گفتم بسیاری از این ادبیات امروز ما ساخته و پرداخته محدثان عصر اموی و عباسی است، این مسئله کاملا مبتنی بر تحقیق. یکی از دستاوردها اینام تو این بحث نزول قرآن است. اکثر این روایات با هم متعارض است. یعنی وقت خواستن نشانی بیت المعمور بدن، از بهشت طبقه اول هست تا طبقه ششم.
بعد گفتند که توی روایات ابو هریره و دیگران این بیت المعمور افضل از کعبه خانه خدا روی زمین است و گفتن یک جای باید تو آسمان باشد محاذی این کعبه زمینی. خب نمیدونستن هم که زمین در حال چرخشه، حالا کجاشو میخوای بگذاری که این آسمان هر روز این زمین داره میچرخه دور دور این. در زمان هارون الرشید یکی از مقتدرترین خلفای عباسی در حضورش یک محدثی، این رو تو همین کتاب ساله نجف آبادی نقل کرده، بحث مناظره آدم، حضرت آدم و موسی ذکر میکنه. یه محدث منتقدی همونجا بوده، میگه حضرت محدث به اون همکارش میگه آخه اولی دوتا که همزمان نبودن حضرت آدم و حضرت موسی، حالا کجای زمینی دوتا با هم دیگه مناظره کردن؟ هارون رو میگه تو داری حدیث نبوی رو مسخره میکنی؟ جلاد بیا گردنشو بزن، این کتاب تاریخ الخلفا نوشته، شفاعت میکنن که آقا ایشون منظوری نداشته، نمیخواست روایت نبوی رو اهانت بکن و از گناهش در بگذارید. ولی نحوه برخورد با این امور در این حد بوده و روایات اینگونه ساخته می شده و توجیه دینی برای حکومت وقت، حالا حکومت عباسی کمتر و حکومت اموی بیشتر انجام می داده. این روایات به تدریج از اهل سنت به شیعه سرایت می کنه. کافیست یه سری به تفسیر بسیار مهم مجمع البیان تبرسی یا به ضبط درست در تبرسی بکنیم تا ببینیم اونجا هم این روایات نفوذ پیدا کرده. و بعدش هم همون روایتی است، محصولش هم همون روایتی است که برای شما خوندم. همه این نقل ها چه در اهل سنت چه در شیعه بی اعتبارن. هیچ کدام از احادیث بیت المعمور در اهل سنت بنابر تحقیق اعتبار سندی ندارن، برخلاف ادعای کلی سیوطی که ذکر کرده بود. گفته ابو هریره قول مسلط بوده است در تفاسیر اهل سنت، چرا که توسط فردی مورد حمایت حکومت ترویج می شده است و کسی جرأت مخالفت نداشته است. قرطبی مفسر بزرگ قرن هفتم که در حد تحقیق من ایشون یکی از کسانی است که بیش از همه اقتدار خلفای زمان خودش رو توجیه کرده، گفته در این مطلب اختلافی نیست که قرآن از لوح محفوظ در شب قدر جملگی نازل شد و آن را در بیت العزه نهادند. تو اهل سنت بیشتر بیت العزت به کار میبرن، تو شیعه بیت المعمور به یک معناست که در آسمان دنیاست و پس از آن جبرئیل پاره پاره آن را در اوامر و نواهی و اسباب نزول دیگر نازل میکرد و این نزول تدریجی در 20 سال به انجام رسید. جلد دوم تفسیر قرطبی است. یعنی از قرن دوم که کتابت احادیث شروع شده دو نزول فکر مسلط در جهان اسلام بوده است. روایات شیعی هم به همین شکل در مورد نزول از بیت المعمور همگی بی اعتبارن بدون استثنا، همگی. به عنوان نمونه همین روایتی که خوندم که به امام صادق علیه السلام نسبت داده شده و حتی در کافی نقل شده، در امالی صدوق هم آمده، دو راوی اصلی متصل به آن، با راوی دیگرش کار نداریم، اون دو تا راویش که یکیش متصلا از امام صادق داره نقل میکنه و یکیش هم قبل از اون، سلیمان ابن داوود منقری از حفص ابن قیاس. سلیمان متوفای 243 در رجال اهل سنت تفسیق شده، گفتند کذاب و جعال حدیث است. نوشتن حفص ابن قیاس متوفای 194 است، وی قاضی هارون الرشید بوده است، همه آقای هارون الرشیدی که الان ذکر خیرش کرده. در رجال اهل سنت گفتن مدلس است، این تدلیس میکنن، روایت کس دیگری را به نام کس دیگری جا میزند، روایت رو به امام صادق نسبت داده، ما نمیدونیم امام صادق ما اینو گفته یا نگفته، تدلیس کرده. گفتن کثیر الغلط است، ضعیف الحافظه است، احادیث منفرده و قابل قبول نیست. حالا پرسیدنیست، خب کسی با این همه رذائل چجوری که روایتش اومده تو کتابای ما؟
چرا کلینی و کافی این روایت را نقل کردند؟ برگردیم به بحث. نقد اول شیخ مفید رو به شیخ صدوق شنیدیم. حالا نقد دومش. شیخ مفید گفته است این همه آیات قرآن که ناظر به قضایایی است که در زمان پیغمبر رخ داده، چطور قبل از وقوع به پیغمبر وحی می شده است؟ خب موضوع این آیات باید واقعی خارجی باشه تو بعد آیش نازل بشه. حالا چجوری 23 سال قبل یا 20 سال قبل یا 15 سال قبل مسائلی که تو مدینه بوده و بیاد به شکل ماضی توی مکه مطرح میشه تو 13 سال قبل از هجرت؟ اصلا بی‌معناست. شیخ مفید درست گفته این آیات خلاف صریح حدیث مذکور و خلاف نزول دفعی است. مثلا به آیه اول سوره مجادله اشاره کرده، میگه، ترجمهش میخونم دیگه، وقت کم هست. بیگمان خدا سخن آن زن را که درباره همسرش با تو چون و چرا میکرد و به خدا شکایت میبرد شنید و خدا گفتگوی شما را میشنید، همانا خدا شنوای بیناست. خب این مطلب یه زنی آمده یه حرفی به پیغمبر زده، بعد یه آیه نازل شده. حالا 15 سال قبل 20 سال قبل اصلا بی‌معنا میشه مضمون آیه. یکی و دوتا آیه هم نیست، تمام آیاتی که مربوط به حوادث جنگای پیغمبر هست، موارد اجتماعی و فرهنگی زمان پیغمبر هست، همش بی‌معنا میشه در نزول دفعی. بعد میگه الفاظ قالو، قاله، جاؤو، جاء به لفظ ماضی، اینها با نزول جمله واحده در یک زمان سازگار نیست. شیخ مفید برخوردش عقلانی بوده، کاری که مورخین امروزی میکنن وقتی یه مسئله رو براشون مطرح میکنیم، میگن امکان عقلانی وقوعش بوده یا نبوده. شیخ مفید میگه آقای صدوق امکان وقوعی نیست، عقلا نمیشونه درست باش. تعبدی هم که نیست، مسئله اعتقادیه. میگه این به مذهب مشبه اشبه است که پنداشتند قرآن قدیم است و از ازل خدا متکلم بوده و با لفظ کانه از سیکون و آینده خبر میداده است. و شیخ مفید در مجموع نتیجه میگیره که نزول چند آیه ابتدایی در شب قدر مشکلی نداره، اما نزول تمام قرآن در شب قدر با ظاهر قرآن و اخبار متواتر و اجماع علما علارغم اختلاف آرایشان بسیار بعید است. بعد شیخ صدوق تو همون رساله اعتقادش به دو تا آیه برای استشهاد، برای تایید اون حدیث استناد کرده. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیك وحیه، سوره طه آیه 114. در خواندن قرآن بیش پیش از آن که وحی آن بر تو پایان یابد شتاب مکن. آیه دیگر هم در سوره قیامت است، سوره 75 آیه 16 تا 18. لا تحرک بهی لسانک لتعجل بهی ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. ای پیامبر زبان خود را به قرائت قرآن حرکت نده که در حفظ آن عجله کنی، زیرا گردآوری و خواندن آن تنها بر عهده ماست، پس هنگامی که ما آن را خواندیم خواندن آن را دنبال کن. شیخ صدوق توضیح نداده، اما این دو آیه رو آورده که بگه نگاه کن، پس یه نزول دیگه بوده، دست پیغمبر هم بوده، پیغمبر عجله میخواسته بکنه، خدا دستش گرفته گفته بابا صبر کن، نزول تدریجی باید بعدم باشه، پس دو تا نزول داریم. این استفاده که شیخ صدوق کرده دیگه نهایت کوششی که میتونسته ابلاغ قرآنی بکنه. شیخ مفید گفته نخه، شما بد برداشت کردی تفسیر آیه، این نیست که شما نوشتی. آیه اولی دو وجه داره. وجه اولش اینه که خدا پیغمبرش رو از تعجیل در تعویل قرآن قبل از وحی به اون معنا معنی کرده، گفته بله یه معنایی تو ذهنت هست بو میبری، نه یا اینا رو بگو، بذار من وحی بکنم به بعدم برو به مردم حرفش رو بزن تبلیغ بکن. وجه دوم که به نظر من وجه اقواس و وجه درست همینه، وقتی جبرئیل آیه رو نازل میکرد پیغمبر میترسید یادش بره، بنابراین تا جبرئیل شروع میگفت کلمه اوله که میگفت میخواست بره کلمه دوم، ایشون اون رو به زبان میآورد، کلمه به کلمه جبرئیل داشت میگفت، ایشون هم کلمه به کلمه به مردم میگفت. خدا گفت این کار نکن، بذار کلام جبرئیل به اصطلاح منعقد بشه،
نقطه بذاره، بره سر سر، اون وقت رو بیاد به مردم بگو. عجله نکن. دقیقا معناش این بوده. ما حافظت کجوری میکنیم که یادت نره. لازم نیست کلمه به کلمه بینی رو به مردم بخوای تبلیغ بکنیم. این دقیقا معنای آیه سوره قیامت همینه که شیخ مفید میگه و شیخ صدوق بهش توجه نکرده. بعدم میگه که نکته بسیار قشنگ شیخ مفید میگه، میگه چطور پیامبر قبل از وحی به سماع رابع علم داشت که خدا دستش را بگیرد بگوید که عجله نکن. علمش ممکن نبود، از کجا میتونست بفهمه که توی آسمان چهارم چه خبر بوده؟ نهیش بیمعنا میشه. شیخ سید مرتضی هم بعدن همین حرف شیخ مفید دنبال کرد. خب این بحث شیخ مفید و شیخ صدوق و جوابش. اما بحث دوم که کمی دقیق تره مال صاحب المیزان است. من فرمایش ایشون رو خلاصه کردم. ذیل آیه 185 سوره آل عمران گفته، در اون دو جای دیگه هم خلاصش رو گفته. همون اولی رو که جامع تر از همه بوده در حد یه پاراگراف تلخیص کردم خدمتون عرض میکنم. معنای آیاتی که میگویند قرآن در ماه رمضان و در شبی مبارک و در شب قدر نازل شده این است که حقیقت قرآن در آن مرحله‌ای که در لوح محفوظ و در کتاب مکنون و در ام الکتاب است و دور از کثرت و تدریج و تغییر می باشد بر قلب رسول خدا نازل شده و این مرحله قبل از تفصیل است، این مرحله اجمال که در قالب الفاظ و عبارات نمی گنجد. و قرآن در این مرحله علی و حکیم و نزد خداست و دور از عقول می باشد و جزء به جزء و آیه به آیه نیست و در سقع ربوبی قرار دارد، در لوح محفوظ. در این مرحله حقیقت قرآن به طور دفعی بر قلب پیامبر نازل شده است. کی؟ شب قدر، ماه رمضان. ولی ایشان اجازه نداشت چیزی از آن را بر زبان بیاورد. در این مرحله بعثت و رسالت رسمی برای وی وجود ندارد، چون قرآنی که در قالب الفاظ و عبارات بگنجد نازل نشده است تا آن را بر مردم بخوانند و با خواندن آن تبلیغ رسالت کنند و آنچه نازل شده حقیقت قرآن است نه الفاظ آن. آنگاه از هنگام بعثت آن حضرت قرآن کریم در طول 23 سال تا پایان بعثت به تدریج در قالب الفاظ و عبارات بر قلب رسول خدا نازل شده است. پس قرآن دو نزول بر قلب پیغمبر داشته. دو نزول بر قلب. یکی دفعی که مربوط به حقیقت قرآن و در مرحله لوح محفوظ قبل از تفسیر و دور از کثرت و تدرج و دور از عقول که در ماه رمضان و شب قدر واقع شده، و دیگری نزول تدریجی قرآن که در قالب الفاظ و عبارات و آیه آیه و سوره سوره و قابل فهم مردم است و با این نزول دوم که در 27 رجب شروع شده به بعثت رسمی رسول خدا آغاز می شود. پس فرقش با قول صدوق اینه که، یا با محدثین اینه که، اونا میگفتن نزول اول به بیت المعمور بوده، ایشون میگه نخیر، نزول اول هم به قلب پیغمبر بوده، منتها جنسش فرق میکرده. نزول اول بسیط بوده، پاره پاره نبوده، فارغ از زمان و مکان بوده، بالاتر از این بوده. نزول دوم تفصیلی و مردم فهم و به قالب الفاظ در اومده. اولش حقیقت بسیط قرآن، دومش قرآن در قالب فعلی به صورت اجزا و کلمات و صور و الفاظ. تکیه ایشون هم یه سری آیات رو فرمودن، حالا من برخش رو میخونم. که مثلا آیه که میگه انده ام الکتاب، خب قرآن نزد خداست، حقیقت قرآن فرض کنیم نزد خداست، حالا چه ربطی داره که این به پیغمبر، به قلب پیغمبر نازل شده باشه؟ یا میفرمان که انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. یعنی چی؟ سوره زخرف آیات 1-4، سوگند به این کتاب روشنگر که ما آن را قرآنی به زبان عربی قرار دادیم، باشد که عقل خود را به کار گیرید و همانا آن در ام الکتاب یا لوح محفوظ نزد ماست، بلند مرتبه حکمت آمیز. خب بسیار خوب، سلمنا، ما کاملا این آیات را قبول داریم، اما چه ربطی این به قلب پیغمبر داره؟
خب، یا مثلا ولقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم و رحمتا لقوم یؤمنون، سوره اعراف آیه 52، ما آن را کتابی برایشان آوردیم که آن را از روی علم تفصیل داده ایم. بسیار خوب، تفصیل دادیم، اما آیا این دلالت هم میکنه بر این که بر قلب پیغمبر نازل شده؟ همه مسئله، هیچ آیه که ایشون بتونه بیارن و دلالت بکنه که اون حالت اجمالی بر قلب پیغمبر نازل شده، وجود خارجی در قرآن نداره. تمام آیاتی که اقامه فرمودن صرفا در مورد اینه که همچو چیزی هست. چی؟ یعنی این که یه چیزی به نام امول کتاب داریم، لوح محفوظ داریم، بسیار خوب داریم، کسی که این کارش نمیکنه. اما چه دلالتی بر نزول دفعی قرآن میکنند؟ خب، این موارد رو من آیات بیشتری نوشتم که برای وقت دیگه بهشون نمیپردازم و حاصل مسئله این که حالا وارد مناقشه در این فرمایش المیزان بشیم، این میشه که 4 تا اشکال بهش هست. حداقل ایشان هیچ دلیل عقلی یا نقلی از قرآن یا حدیث اقامه نفرمودند و به استحسان و ذوق اکتفا نمودند، یعنی تبیین فلسفی قشنگی کردند اما دلیلی متاسفانه نیست، اقامه نفرمودند. اشکال دوم این است که در آیه 185 سوره بقره، این آیه قرآن رو وسیله هدایت قرار داده، ماه رمضان هم هست، در حالی که مطابق بیان آیه المیزان در اون حالت بسیط بوده، هنوز به مرحله تجزیه و دسترسی مردم نرسیده که معناش این باشه که هدن للناس و بینات من الهدا و الفرقان. این مال مقام دومه نه مقام اول. توی ماه رمضان نزول دفعی بود، چجوری میخواد این رو حلش بفرمایید؟ مهمترین اشکال، اشکال سومه که ایشون فرمودند که اولی، نزول اول حقیقت بسیط قرآن است، فرای زمان و مکان و الفاظ است. بعد بلافاصله میفرمان که این نزول دفعی در زمان مشخص شب قدر ماه رمضان قرار گرفته. سیدانا اگر اولی، نزول اول فرازمانی است، چطوری میتونه در زمانی به نام شب قدر یا ماه رمضان بوده باشد؟ هزا تناقضون، هم زمان دارد هم فرازمان است. و بعد اشکال چهارم هم ایشون فراوان به بحث انزال و تنزیل اشاره فرمودن که انزال دفعی است و تنزیل تدریجی است. آیات متعددی آوردم، البته اون دو محقق هم فراوان اینها رو آوردند که این قابل پذیرش نیست. ما هم انزال به معنای تدریج داریم در قرآن، در مورد قرآن، هم تنزیل به معنای دفع، به شکل دفعی داریم با در زمینهای خودش. خب از این بگذاریم، بحث بعدی بحث کوتاهی است. بکنم مسئله مشخص شد، جوابم را به اون سوال اصلی امشب داد. اما بحث سوم، مراد از تقدیر امور یا فیصله یافتن حکیمانه آنها در شب قدر چیست؟ ما اینجا صرفا اون چیزی که قرآن گفته میتونیم بگیم، چون بحث عالم غیب است و ما از عالم غیب بی اطلاعیم. یکیش ما در سوره دخان داریم که فیها یفرق و کل امر حکیم امرا من عندنا، ما میدونیم که در این شب امور حکیمانه فیصله میشود توسط کی؟ ملائکه و روح. چگونه؟ نمیدانیم. روح کیست؟ امرا من عندنا، فقط همین رو میدونیم. منظور روح القدس است؟ نمیدانیم. جبرئیل؟ نمیدانیم. اینو خود قرآن مطرح کرده که یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، سوره اسراء آیه 85. همینقدر میدونیم که امر رب است اما جزئیاتش نمیدانیم. اینجا جای فرضیه پردازی معنو امثال من هم نیست، چون بحثی نیست که به توان عقل ما برسد. رضا اجازه بدید همینجا کوتاه بکنیم، نمیدانیم. ما اوتیتون من العلم الا قلیلا. اتفاقا این سؤال رو نوشتم که بدانیم بحث وحی امرا من عندناس، بسیاریش، بسیار ابعادش بر ما پوشیده است. هر نوع فرضیه پردازی، نظریه پردازی در این امر فالواقع ورود در یک عرصه است که ما اطلاعاتمان بسیار ناچیز است و قابل آزمون نیست.
ذیل این سوال سوال دیگری مطرح کردم و اون سوال اینه که خب بسیار خوب، در این شب قدر خود قرآن گفته فرشتگان و روح به اذن الهی مشغول تدبیر امور هستند و گفته میشه فرض بکنید تقدیر امور یک ساله را انجام میدهند. این قدرشو میدانیم، روایت هم این قدر تایید میکند. خب در قرآن هم کلیش وجود دارد. آیا کس دیگری هم در این امر دخالت دارد؟ یعنی در تدبیر امور یک ساله پیامبری، امامی از میت و پی در این امر دخالتی دارد؟ در اون روایات، یعنی در روایاتی که در کتب روایی یافت می شود، کتب روایی شیعه یافت می شود، بله، گفته شده است که تمام این امور به دست امام زمانه داده می شود، امام هر زمان داده می شه. ایشون به اذن الله این امور رو فیصله می دهند. اون چیزی که من رفتم سراغ این روایات تک تکش، یک کتاب انتخاب کردم، مهمترین کتاب از کتب اربعه، کتاب کافی. یه بابی دارد که باب شب قدر است. در این باب در بحث کتاب الحجه هست، باب 41 است، اونش که شما ندارد. در این باب 9 تا روایت مجموعا هست. یک روایتش هم روایت اولا بسیار مفصل است. از این روایات به تحقیق محمد باقر مجلسی که معتدل ترین اخباری ماست، یعنی اهل تسامح ترین فرد در بحث سندی است، هر 9 روایت رو گفته ضعیف است، فاقد اعتبار سندی است هر 9 روایت. لذا اگر کسی ادعا می کند که در شب قدر امری از امور توسط امامی از ائمه قرار از تدبیر و تقدیر شود، قل هاتوا برهانکم، یک آیه، یک روایت معتبر مرحمت بفرماید. من چنین چیزی نیافتم. تا زمانی که دلیل نیافتیم، همون است که قرآن فرموده است الملائکه و روح و لا غیر. نکات دیگری هم نوشتم، حالا بهش نمیپردازم. بحث چهارم میتونید بعداً بخونید. مراد از عظمت این شب رحمت و سلامت در آن چیست؟ خب همون قدری که در قرآن اومده. اول گفته است ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، از 1000 ماه بهتره. یعنی اگر کار خیر انسان امشب انجام بده، انفاقی کنه، مناجاتی کند، دعایی بخواند، با اخلاص و مقبول درگاه خداوند بشود، از 1000 ماه بهتر، این کار را انجام دادن بهتر است. و 1000 عدد کثرت است، نه 1000 بین 999001، بسیار بسیار زیاد است. خب این دلالت میکنه که خیلی این شب برکت زاست. خب لیلتون مبارکم سوره دخان آمده. سوره بقره میگه سلامون هی حتی مطلع الفجر، تا صبحش، تا طلوع فجر این سلام درست، یعنی سلامتی درش جاریست. اتفاقا ما هم در این زمان بیش از هم به سلامتی روحی و مادی و معنوی نیاز داریم. بیش از آن هم نمیدانیم. میدانیم که این شب در میان 365 شب سال بهترین شب است. اگر کاری میخواییم بکنیم، این شب است، این شب بهترین است و بیشتر از همه میتونیم استفاده بکنیم. باران رحمت الهی، رحمتن من اندنارم، تو سوره با دخان بود، در این شب میبارد. بنابراین خودمان را در معرض این رحمت الهی قرار دهیم. بحث پنجم، آیا روایت یا روایات معتبری درباره شب قدر در منابع سنی و شیعه یافت میشود؟ مفاد این روایات یا روایت چه نکاتی بر نکات قرآنی می افزاید؟ روایات معتبر درباره شب قدر بسیار اندک هستند. نمیگم نیستند، اما بسیار اندک هستند. اونی که ذکر کردم در یک کتاب بود، اونم درباره محتوا بود. اما درباره اعمال شب قدر، بله، روایاتی یافت می شود. اجمالا اطمینان داریم، این موارد من میتونم با تحقیق بگم که درست است. اطمینان داریم که شب قدر در دهه سوم ماه رمضان است. این رو هم ادله سنی هم ادله شیعه تایید میکنه. میدونیم جای دیگری نیست، بالاخره احتمال بسیار قوی باید اینجا باشه، خصوصا از منظر شیعه. در مورد اهل سنت رو توضیح میدم. چه کارها خوب است در این شب صورت بگیرد؟ همش جز مستحبات است، هیچ کدومش واجب نیست، جز مستحبات است. احیای به عبادت، یعنی بیدار بمانیم و عبادت کنیم. غسل، تهجد، شب زنده داری، نماز خوندن، تلاوت قرآن، انفاق در راه خدا و دعا و مناجات.
این را میتونیم از این روایات استفاده کنیم. در مجموعه این روایات در کتاب وسائل شیعه آمده، از مجموعه کتب اربعه در وافی هم آمده، برخی از روایاتش معتبر هستند. بحث ششم که کوتاه هست، شب قدر در اهل سنن، اهل تسنن و شیعیان از حیث تعیین زمان چه فرقهایی دارد؟ در شیعه که ساده تر و کوتاه تره، اجمالا حد اکثر 3 شب به عنوان شبهای قدر معرفی شده. از همه احتمالش کمتر شب 19 است، شب 21 احتمالش بیشتر است و شب 23 احتمالش بسیار زیادتر است. یعنی اگر قرار است شب قدری واقعا شب قدر باشد، از منظر شیعه شب 23 ماه رمضان است. همون شیخ صدوق گفته مشایخ ما بر این مسئله اجماع دارند که شب قدر شب 23 ماه رمضان است. در مورد اهل سنت 2 دسته اقوال داریم. یه دسته این که روز شب مشخصی رو به عنوان شب قدر مشخص نکردند، بلکه یک بار بازه زمانی رو مطرح کردند که شب قدر میتونه در اینها باشد. غالبا دهه 3 ماه رمضان هست، یک موردش دهه وسطی ماه رمضان هست. همون دهه کسانی که دهه 3 رو گفتند، بحث برخی شبهاش رو وتر باشد، شب باشد، اینها رو مطرح کردن. تو مذاهبشون هم متفاوت است، 5-4 مذهب اقوال متفاوتی. من اینها رو نوشتم، دیگه نگاه به ساعت میکنم، وقت ندارم همه رو بخونم. دسته دوم اقوالی هستند که روزی رو معین کردن. مشهورترینشون اینهاست، گفتن شب اول، شب 17، شب 19، شب 27. مشخصترینشون در بین اون دسته دوم شب 27 هست که نزد مالکیه و حنابله غالبا به این قائل هستند. حتی این قول هم به چشم می‌خورد که در هر سال این شب قدر منتقل می‌شود. ممکنه امسال در یک جایی در یک زمانی باشد، سال دیگر در یک زمان دیگری باشد. به هر حال شب قدر اونچنان که در شیعه برجسته هست، در اهل سنت چنین نیست. دلیلی هم که ذکر شده این است که می‌خواهیم، مثلا یک قول این است، تمام ماه رمضان شب قدر است، تمام شبهای رمضان بدون استثنا، برای اینکه گفته شده میخوام کاری بکنیم که شما همه شبها رو احیا بکنید، نه فقط 1 شب رو، نه فقط 3 شب رو، و تمام شبها رو. این وچی که گفته شده در شیعه خب تلخیص شده به 3 شب، اونم که بهش به خصوص شب 3. بنابراین تو اینجا شب احتمال خیلی بیشتر داده شده نسبت به اهل سنت. بحث 7، از سیره عملی پیامبر و ائمه در مراسم شب قدر چه میدانیم؟ به سند معتبر تقریبا چیزی نمیدانیم، جز همان عبادات مستحبی که ذکر کردم. آیا مراسم احیای جمعی در آن زمان برگزار میشده؟ من دلیل معتبری پیدا نکردم. به خصوص در این زمانی که زندگی میکنیم، که بحث کرونا هم پیش آمده، واقعا در عبادت جمعی نه تنها هیچ فایده دینی ندارد، امر مستحب است، قطعا ضرر دارد. رضا رفتن در مسجد یا عبادتگاه حسینیه و عبادت جمعی در این زمان کردن اشکال ثانوی دارد. ممکنه اگر ما باعث بیماری دیگران بشویم، معاقب هستیم، ضامن هستیم بدون هیچ برو برگردی، هم اخلاقا هم شرعا. از اون سمتشم کسی پیدا کرده ارائه بکند، دلیل معتبری من نیافتم. و بحث آخرم، کدام یک از دعاها و مراسم شب قدر قابل انتساب به پیامبر یا ائمه است یا حداقل بدون اشکال است؟ ببینید این زیر رو گذاشتم به خاطر اینکه در ادعیه 2 بحث داریم. یکی که آیا پیغمبر یا ائمه این دعا رو بر زبان روندند یا نه. خب این رو با بحث رجالی یا در شیوه های دیگری انجامش میدیم، میگیم مثلا این میشه قابل اثبات است یا قابل اثبات نیست. اما در مورد دعا لازم نیست حتما معصور باشد، یعنی لازم نیست ما دعایی بخوانیم که حتما پیغمبر فرموده باشد یا ائمه فرموده باشند. اگر دعا تعارضی با محکمات قرآن نداشته باشد، اعوجاج عقلی درش نباشد، اخلاقا مشکلی نداشته باشد، هر کسی گویند سازنده دعا باشد، هیچ اشکالی ندارد، با اون میشه خدا رو خوند و خدا هم اجابت میکنه. دعا رو میتونه خودت بسازی، میتونه دعای مناجات خواجه عبدالله انصاری رو بخوانی، هیچ مشکلی نداره. مهم
محتوای دعاست، نه سند دعا. این بحثایی هم که میکنم چون فراوان ازم پرسیدن، من خلاصه اونا رو خدمتتون عرض میکنم. هم گفتم سند دارد یا ندارد، هم گفتم مضمونش درست است یا مضمونش درست نیست. بنابراین میشون دعا رو خوند ولو نتونیم به پیغمبر یا امام نسبت بدیم. دعای جوشن کبیر که یکی از مشهورترین دعاها نزد ماست، این دعا رو از قرن دهم به قبل پیدا نشده، این دعا از قرن دهم متولد شده، سال 905. قدیمی ترین سندی که ما ازش پیدا کردیم در اون زمان. علاوه سند خلاصه ندارد، اما روح توحید بر سراسر آن حاکم است و با توجه به نظم خاصش، چون ده صد بند دارد، هر بندشم هر صد تاشم ده بند است، همه خوش میپسندند این رو دنبال کنند. اسم خدا هم هست همش، حالا خدا صد تا اسم داره یا هزار تا اسم داره مهم نیست، اما میشه خدا رو به این اسما خوند. اگرچه اعتبار سندیان مبهم است، اما علو مضمون آن ما را مجاز به قرائتش میکند. التماس دعای یک رسی بخواند. دعای افتتاح از قرن پنجم در منابع شیعی نقل شده. شیخ طوسی در دو کتابش بدون سند و بدون انتساب به ائمه آن را نقل کرده. این دعا در حد تحقیق من فاقد سند معتبر است. انتساب آن به امام زمان قابل اثبات نیست، اما به لحاظ دلالت به استثنای اواخر آن برگرفته از معارف مسلم قرآنی است. این مشکلی نداره. دعای سحر نخستین بار سید ابن طاووس قرن هفتم با دو سند اون رو نقل کرده که راوی مباشر این دعا مجهول است، اما مضمون دعا اعوجاجی ندارد و با معارف مسلم قرآنی ما سازگار است. دعای خوبی است، میشه خوندش، مضمونش رو دارم میگم. دعای اللهم ادخل علی اهل القبور سرور، این باز قرن دهم به بعد پیدا شده، بدون سند است، اما به لحاظ دلالت هیچ مشکلی ندارد. دعای یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت الرب العظیم لیس کمثلی شی، این را از قرن هفتم به بعد داریم و دعا به لحاظ دلالت مشکلی ندارد خوشبختانه. دعای اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه دعای زیبایی است، ایشون این دعا از قرن دهم پیدا شده، کفعمی در مصباح بدون سند از امام زمان نقل کرده، دلالت دعا بدون اشکال است. اما دعای نشر قرآن منتسب به امام باقر علیه السلام، دعایی که قرآن رو جلوشون باز میکنن و دعا میکنند، اسمش دعای نشر قرآن هست، سندن ضعیف است، اما به لحاظ مضمون اشکالی ندارد و قابل عمل است. دعای قرآن به سر، یعنی دعایی که قرآن رو میذارن رو سرشون و دعا رو میخونن، این از جانب شیخ طوسی در قرن پنج در کتاب امالیش نقل شده. سیدن طاووس هم آورده، اما این کتاب به زمان ما نرسیده، از یک کتاب دیگرش نقل کرده. روایات آن رو من همه به دقت این رو بررسی کردم، حالا دیگه وقتم نمیرسه همش رو بگم، میتونید در متن کتبی مطالعه بفرمایید. روات طبقه اول و دوم آن متاسفانه غلات کذاب هستند و سند روایت جدا ضعیف است و به هیچ یک از روایات محمد بن سلیمان دیلمی به تصریح نجاشی نمیتوانه اعتنا کرد. احتمال این که روایات مرسل این مضمون همگی گرته برداری از همین روایت جعلی بقایت ضعیف باشد بسیار قوی است. عدم نقل این روایت در قدیمی ترین و معتبرترین منبع دعای شیعه، یعنی کتاب مصباح المتهجد شیخ طوسی، بر تضعیف این روایت جعلی می افزاید. بسیار مستبعد است که امام جعفر صادق علیه السلام به اصحابش فرموده باشد در شب قدر به جای خواندن خدایی که از رأی گردن به شما نزدیکتر است، برای برآوردن حاجاتتان ده بار بگویید الهی به جعفر ابن محمد، به جعفر ابن محمد. این از ائمه ما به دور است. اصحاب تراز اول هر یک از اصحاب تراز اول هر یک از ائمه بعد از امام ششم از امام بعدی خبر نداشتند و به همین دلیل فرق فراوانی از قبیل واقفیه و فتحیه و غیر ایشان در میان اصحاب ائمه پدیدار شدند. یقینا در زمان امام صادق اسم شش امام بعدی غیر از امام کاظم بر زبان ایشان رانده نشده است و اصحاب ایشان از نام ائمه بعدی اطلاع نداشتند. پیامبر صلوات الله علیه اسامی ائمه 12 غیر از علی ابن ابی طالب را یقینا اعلام نفرمودند. این گونه روایات همانند روایات خلفای راشدین همگی در ازمنه بعدی ساخته و به پیامبر نسبت دادند.
بحث از عدد 12 و قائم آل محمد البته موضوع دیگری است که حتی اهل سنت نیز مستفیضاً نقل کردند، البته نه به عنوان امام اما به عنوان 12 خلیفه پیامبر. هیچ امامی جز به نام امام بعد از خود تصریح نکرده است. روایات مخالف این معنا بعداً ساخته و به ساحت ائمه نسبت داده شدند. جمله آخر این قسمت: قرآن را باید تلاوت کرد، در قرآن باید تدبر نمود، به تعالیمش عمل کرد. دعای قرآن به سر در شبهای قدر از مجعولات غلات کذاب و مایه وحن مذهب ماست. دعاهای کمیل، ابو حمزه، عرفه، مناجات شعبانیه، اکثر دعاهای صحیفه سجادیه از دعاهای آلیت المزامین هستند. با آنها لذت ببریم و مناجات کنیم و از همه بالاتر دعاهای قرآنی است. از آنها غافل نباشیم. بحثم را با چند دعای قرآنی به پایان میبرم. خدایا تو گفته ای قال ادعونی استجب لکم، فرموده ای اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. چه شبی بهتر از شب قدر. به در خانه تو آمده ایم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الكافرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا فاغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا اغفر لی و لوالدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. ربنا اغفر لنا و لاخواننا الذین سبقونا بالایمان و لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اللهم اشف كل مریض. خدایا در زمانه تو را می‌خوانیم که در همه جای دنیا بلای کرونا به گردنمان رسیده است، به خصوص در کشورمان. تعداد کشته های هر روز بسیار زیاد است از هر خانواده. قطعا آمار رسمی، آمار اصلی بیش از آمار رسمی است. اللهم اشف كل مریض. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمین. برخی از کشورها الان میزان تلفات کرونا به صفر رسیده. در کشور ما به دلایل خارجی و سوء مدیریت آمار بالا رفته، مثل هند. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.